سلام به همه بچه ها، اومدیم راجع به گروه سی یورو 2024 صحبت کنیم که توش انگلیس و دانمارک و اسلوونی و صربستان حضور دارن. قبل از اینکه بریم سراغ آیتم، اگه واسه اولین بار ما رو میبینیم، ما راجع به فوتبال اروپا صحبت میکنیم، به بازی مهم و حساس لایو ریاکشن میگیم و کلی آیتم های تحلیلی و فان داریم. و قبل از اینکه بریم سراغ آیتم، لایک کامنت سابسکرایب یادتون نره، زنگوله رو حتما بزنید که نوتیفیکیشن براتون بیاد و ما رو هم سابسکرایب بکنید. بابک چطوری؟ سلام به تا، سلام به بچه های کایتو میبینم، امیدوارم از این آیتم لذت ببرم. آقا بریم با گروه سی، گروهی که خب به نظرم با اسلوونی بریم شروع کنیم. بابک تیم ضعیف گروه که خیلی انتظاری هم ازشون نمیره، تنها بازیکن مشهورشون و معروفشون خب قطعا یان اوبلاک و دیگه خیلی بازیکن خاصی ندارن تو تیمشون و رنگ 57 فیفا هم هستن و توی 5 تا بازی آخرشون هم یه باخت داشتن، 3 تا برد و یه مساوی. و حالا اگه راجع به اسلوونی صحبتی داری بگو، ولی لیستشون هم خیلی چیزی نداره که بخوام بخونم برای بچه. آره واقعا بازیکناشون که فکر کنم حالا جدا از یان اوبلاکی خب خیلی معروفه، یه دونه بنجامین سسکوی رو هم دارن که این تابستون خیلی از تیمای بزرگ دنبالشن و خب قطعا عملکردش تو یورو تاثیرگذاره رو تیمی که قراره فصل بعد بازی کنه، یا حالا میمونه یا هر چقدر بهتر بازی کنه به تیمای بزرگتری میره. نیم فصل دوم خیلی خوبی هم داشته بنجامین سسکو، به خاطر همین دوباره توجه رو به خودش جلب کرده. حالا این یه تورنمنت خیلی بزرگیه که دیگه 100% همه تیما میبینن و چشای بیشتری روشونه. خب به نظرم بریم سراغ تیم بعدی، بریم سراغ صربستان. حالا صربستان واسه بچه‌ها لیستش هم میخونم، چون آیتم بررسی لیست تیما هم که ما میریم صربستان نرفتیم، ولی خب تیمی هن که بازیکنهای خوب زیاد دارن. گلراشون که خب میلینکوویچ ساویچه و پتروویچ، پاولوویچ دفاع، میلینکوویچ اسپاجیچ، بعد استوجیچ، اینا مدافعاشون بودن. هافکاشون لوکیچ، ماکسیموویچ، ایلیچ همهشون ایچن، میلینکوویچ ساویچ هافبک و گوله تادیچ، سامیرزیچ و ولاهوویچ و میتروویچ و یوویچ و کوستیچ. مربیشون هم که اون نیست، کوستیچ تو هافبکه. خب باک بریم سراغ صربستان، تیمی که رنگ 33 فیفا هم هست و از لیستشون حالا یه سری بازیکن معروفشون رو میخونم که خب یه سری ایچن که دور هم جمع شدن و میخوان بیان تو یورو. پتروویچ رو تو گل دارن، کوستیچ هافبکشون، تادیچ، میلینکوویچ ساویچ که تو الهلال بازی میکنه، میتروویچ، ولاهوویچ، یوویچ و همین دیگه. و از 5 تا بازی آخرشون هم 2 تا رو باختن، یه مساوی داشتن، 2 تا رو بردن که 2 تا بردشون هم جلوی مونتنگرو قبرس بوده و مثلا 4 تا از روسیه خوردن و به بلژیک باختن، با بلغارستان 2 تا کردن. کلا نتایجشون هی من میرم بالاتر، آنچنان نتایج جالبی نداشتن و خب توی جام جهانی هم عملکرد ناامیدکننده ای داشت صربستان به نسبت انتظاراتی که ازشون میرفت. و حالا تو چی فکر میکنی راجع به صربستان و شانسشون توی این گروه؟ من به نظرم جز از این تیم سومای یقه بگیره تو این گروه، یعنی تیمی که احتمال اینه که سوم بشه بیشتر از بقیه است، مخصوصا از اسلوونی و دانمارک و انگلیس، و از اون سومای راحت هم نیست، یعنی جز به تیمای سوم سخت به نظرم حساب میشه که میتونه امتیاز بگیره چه از دانمارک چه از انگلیس، چون حالا بازی های دوستانه یا بقیه بازی ها شاید به اندازه یورو شاید مهم نباشه واسه شون، یا وقت انگیزه نداشته باشن واسه بازی کردن، ولی نشون دادن تیم با انگیزه ای هن و سخت میشه بردشون، راحت نیست. حالا باید بریم ببینیم چی میشه.
آره کلا تیم قد بلندی هم تو جام جهانی هم مثلا مدل بازی که داشتن بود که خب توپای بلند رو هوا خیلی بازی میکردن، تیم‌ها رو خیلی رو هوا اذیت میکردن، و مثلا تیم‌های اروپایی که میگم خیلی بازی رو زمین و این داستانه خیلی میتونه این سبک بازی اذیتشون کنه. ولی من فکر میکنم که شانس سربستانم به قول تو سوم شدنشون بیشتر از اسلوونی باشه، ولی به نظرم پایین‌تر از دانمارک حتی. و بریم سراغ تیم بعدی دانمارک. خب تیم شگفتی ساز یورو قبلی بود دانمارک، و خب حالا با اون اتفاقای عجیب غریبی که خب واسه اریکسن افتاد تو قلبش باتری گذاشتن، و خب تا مراحل بالایی هم اومد دانمارک یورو قبلی، و خب تیم 21 رنکینگ فیفا دانمارک، و از 5 تا بازی آخرشون هم 3 تا رو بردن، یه باخت داشتن، یه مساوی، که بالا عمل کرده به نسبت قابل قبولی، هرچند جلو تیمای معمولی خیلی بازی کردن. و خب اونا لیستشون هنوز نیومده، ولی خب یه سری بازیکن دارن مثل خب کسپرش مایکل گولرشون، خب اندرسون دفاع وسطشونه، اریکسن که گفتیم، هویبیر، دمزگارد که تو یورو قبلی کلی توجه خیلی از باشگاه بزرگ رو به خودش جلب کرد، پولسن رو دارن بالا، رسموس هویلند رو دارن، و تیم خیلی جوون و با انگیزه این، و ترکیبی از تجربه و نیروی با انگیزه جوان هم دیگه. حالا تو خودت رجوع دانمارک آره، مخصوصا بازیکنهای هویلند و اریکسن هستن. آره بازیکنهای هجومیشون خب بازیکنهای جوونی هن و سرعتی، مخصوصا هویلند که حالا فیزیک خوبی هم داره، اریکسن کسیه که میتونه پاسای خیلی خوبی بده و شاید انگیزه زیادی هم داشته باشه چون عملا تورنمنت قبلی رو از دست داد، ولی بازیکنهای با تجربه خوبی هن. حالا هنوز لیستشون کامل نمیده ببینیم کیا هستن یا نیستن، ولی یادمونه که کیار پارس، یعنی پارسا تو یورو قبلی کیار تورنمنت خوبی رو داشت، به خاطر همین تیم جالبی هست. یعنی به نظرم صعود که میکنن به عنوان حداقل تیم دوم، اگه حتی اول نباشن، چون من به انگلیس ساوتگیت خب خیلی منتقدم، ولی نه. اگه به عنوان تیم اول صعود نکنن، به نظرم به عنوان تیم دوم صعود میکنن، و حرفم برای گفتن دارن چون یه ترکیبی از سرعت و قدرت و قد بلند و کلاً تیم کاملی به نظر میرسن، به خاطر همین جالبن واسم. آره من به نظرم کلاً تیمی هم که تیمی هستن که با وجود اینکه بازیکنای جوانم زیاد دارن تو طول حالا این چند سال اخیر، واقعا تجربه هم زیاد کسب کردن تو طول تمام این تورنمنت هایی که شرکت کردن، و فکر میکنم حالا به نسبت سربستان و اسلوونی خیلی تیم با تجربه تر و با انگیزه تری هستن. و بریم سراغ انگلیس دیگه، تیم اصلی این گروه، تیمی که خب بخت اصلی قهرمانی امساله، و خب با توجه به اسکوادی که داره لیستشون رو من واسه بچه ها میخونم. دین اندرسون، پیکفورد، رمزدیل، جیمز ترافورد گولراشونن، برنت ویت، دانک، گومز، مارک گوهی، ازریکونزا، مگوایر، پوانسا، لوکشاو، جان استونز، تریپیر و واکر مدافعان، آرنولد، گلگر، کرتیس جونز، کوبی مینو، دکلن رایس و آقای آدم وارتون اگه اشتباه نکنم، هافبکان، بلینگهام، جارد بوون، اچوری ازه، فیل فودن، آنتونی گوردون، جک گریلیش، هری کین، جیمز مدیسون، پالمر، ساکا، آیوان تونی و اولی واتکینز هم مهاجمان. حالا مثلا ولی جالبه که مثلا آرنولد تو هافک نوشتن، جود بلینگام تو خط حمله، و حالا قایبای این لیست هم که میشه به مثلا مارکوس رشفورد و ریس جیمز اشاره کرد که خب بازیکنایی هستند که کنار گذاشته ساوت گیت. و خب انگلیس هم آره جیدن سانچو هم با توجه به عملکردی خوبی که داشت این فصل با دورتموند، تو این فصل دوم بود، الان هم قرار فینال چمپیونز لیگ بازی کنه، عجیب بود برام که نبردش، و خب انقدر مهاجم داره که اصلا کسی، من خودم اصلا یادم نمیاد جیدن سانچو رو. و خب انگلیس هم که تو 5 تا بازی اخیرش 2 تا مساوی داشته، 1 باخت، 2 تا برد، که آره مثلا با مقدونی شمالی مساوی کردن، به برزیل باختن و با بلژیک مساوی کردن، و تیم
چهارم رنکینگ فیفا هم هستن. حالا بابک خودت حالا راجع به انگلیس امسال چه فکر می‌کنی؟ به نظرت تفاوتش با انگلیس مثلا یورو قبلی که تا فینال هم اومدن و باختن و تو پنالتی‌ها باختن دیگه، با اون انگلیس چیه به نظرت؟ ببین یوروی قبلی خب برای انگلیس یه تورنمنت خیلی خاص بود، چون خب بیشتر بازی تو خود انگلیس هم برگزار، فینال تو ومبلی بود و خیلی همه چی دست به دست هم یه جورایی میداد که جام بیاد به خونه، ولی باز نیامد به خونه و این ضعف مربی به نظر من مشهوده، یعنی سطح مربی خیلی پایین تر از سطح بازیکن است. حالا یه سری ها مثل سروش مثلا میگفتن بازیکنهای انگلیس تورنمنت قبلی جوون بودن، الان با تجربه تر شدن، این تورنمنت قهرمان میشن، ولی خب این چیزیه که ما تقریبا هر دو سال یه بار راجع به تیم ملی انگلیس میشنویم که چه یورو چه جام جهانی که میان ایتس کامینگ هوم و این تورنمنت دیگه مال ماه. رو کاغذ فکر کنم کامل ترین تیم اگر نباشن، حالا با فرانسه رقابت خیلی سنگینی دارن سر کامل ترین و پرمهره ترین گرون ترین تیم که هستن. نکات جالبی داره به نظرم لیست انگلستان و ممکنه پاشنه آشیل تیمشون دفاع چپشون بشه، چون لوکشا یه جورایی دفاع چپ تخصصیه که خب بیشتر اوقات هم او بازی کرده تو تیم ساوتگیت، ولی تقریبا نصف بیشتر فصل به خاطر مصدومیت از دست داده و آخرین باری هم که بازی کرده حداقل دو سه ماه پیش بوده و خودشم توی پست اینستاگرامی گفته که من هنوزم آماده نیستم، ولی خب هر جور شده دارم تلاش میکنم به یورو برسونم. خب اون میتونه یه پاشنه آشیل باشه واسه شون. و همینطور هافبکاش به نظر من هافبکای با اینی که دکلان رایس خب خیلی گزینه خوبیه و شاید جزو مثلا 5 تای برتر دنیا باشه الان تو پست خودش، ولی جانشین دکلان رایس رو میبینی کسی رو آنچنان ندارن، یعنی اگه دکلان رایس تو تی تورنمنت مصدومی بشه، مشکلی پیش بیاد براش، چه فوتبالی چه غیر فوتبالی، جانشینی اون آنچنان ندارن در حد و اندازه های دکلان رایس، که خب این همه جورایی ضعف فوتبال انگلیس تو پست هافک دفاعی رو نشون میده. کلوین فیلیپس رو خیلی دوست داشت آقای ساوتگیت و جردن اندرسون که دیگه روش نشد بکنم اینا رو دعوت کنه، اگه میتونست دعوت میکرد دیگه، مخصوصا با قرارداد قرضی که وستهم رفت کلوین فیلیپس اونجا هم نتیجه نگرفت دیگه، یه جورایی روش نشد دعوتش کنه. اون پستشون هم به نظرم پست تاثیرگذاری واسه شون، اگه دکلان رایس حالا به خاطر کارت زرد شاید تو مراحل بالاتر یه بازی رو از دست بده به خاطر تعدد کارت زرد، ولی به جاش تو خط حمله و تو حالا نه فقط فوروارد ها و وینگر ها، تو بود حمله ای بازیکنای به شدت خوب و متعدد و عمق حمله ای بسیار بالایی دارن. یعنی شما ناکن الان جود بلینگهام یه جورایی پشت مهاجم بازی میکنه تو رئال مادرید، جیمز مدیسون هم دارن، ازی رو دارن، پالمه رو دارن که اونجا میتونه بازی کنه، فیل فودنی که فوق‌العاده بوده این فصل براش اونم پشت مهاجم میتونه بازی کنه، وینگر هم همینطور، ساکا خیلی خوب بوده، یعنی بازیکناشون تو اون پستا چند پستن، یعنی تو فودن و گوشه میتونی بذاری، گوردون رو میتونی، گریلیش رو میتونی، ساکا رو میتونی، پالمه رو میتونی. به خاطر همین انتظار میره از روی این لیست که یه لیست هجومی باشه و اینم به عنوان نکته آخر که شاید یه انگیزه مضاعفی به انگلیسی ها بده اینه که خب گرت ساوتگیت اعلام کرده که قبل یعنی بعد از این تورنمنت دیگه از تیم ملی انگلیس خداحافظی میکنه و مربی نیستی. اینم شاید بتونه یه انگیزه مضاعفی باشه که خب واسه این بازیکنایی که خیلی هاشون رو خود ساوتگیت خب بالاخره 8 سال بیشتر مربی تیم ملی انگلیس، خیلی از این بود، خیلی این نسل رو خودش آورده و حالا باهاشون به موفقیت‌های نسبی رسیده یا نرسیده، میتونه یه انگیزه خیلی مضاعفی باشه برای بازیکنای تیم ملی انگلیس که بخوان خیلی بیشتر بازی رو ببرن، ولی فکر نکنم به راحتی یورو قبلی باشه واسه شون. خب بابک دو تا تیم نهایی پیش بینی کن، حالا ممکنه که از بعضی گروه هم سه تا تیم بیاد بالا، ولی خب حالا ما دو تا رو میگیم به صورت پیش فرض، دو تا تیمو بگو که میرن بالا. به نظر رو کاغذ به نظرم انگلیس و دانمارک، ولی اسلوواکی میتونه دانمارک رو شاید به چالش بکشه حتی. ولی اگه بخوام رو کاغذ نظر بدم انگلیس و دانمارک اول و دوم.
من خودم به نظرم انگلیس و صربستان شانس صعود دارن و فکر کنم دانمارک دیگه اون انرژی مثلا یورو قبلی رو نداشته باشه به خاطر موفقیتی که خب تو یورو قبلی کسب کردن. و بچه هم حتما نظرشون رو واسمون کامنت کنن به نظرشون کدوم دوتا یا سه تا تیم از این گروه صعود میکنن. دمت گرم بابک، دمت بچه هم که تا الان ویدیو رو دیدن گرم. لایک کامنت سابسکرایب یادتون نره، زنگوله رو هم حتما بزنید که نوتیفیکیشن براتون بیاد. آدرس تلگرام و اینستاگرام ما هم همین ساکر آندرلاین پادکست، اونجا ما رو داشته باشید. تا یه لایو و یه آیتم دیگه، فعلا.